درود بسیار بر شما درود بزرگ بر شما مرد بزرگ عزیز منی. دوستان عزیزم، آقای بهرام آبتین رو باید بشناسید. اگر نمیشناسید برید بشناسید. مرد بزرگی که فعالیت های بسیار عمده و سنگینی در رابطه با انقلاب ایران دارند و آزادی ایران، یک مرد بزرگ از خطه دلاورخیز لرستان. خوزستانی هستی آقای آبتین؟ نه، بله، نخست اینکه من از بزرگواری و شایستگی شما سپاسگزارم. من شاگردی کوچک در مکتب بزرگانی همچون شما بیش نیستم و مفتخر هستم که در این عرصه حقیقتا شرافتمندانی مثل سرکارها، هر کس به توان خودش، اما سکوت نمیکنه و میدانداری میکنه. ما سربازان کوچک هم از شما بزرگان یاد میگیریم. بله گرامی، اصالتا خوزستانی هستم، زادگاه هم مچو سلیمان هست. در کل خوزستان، در اهواز اواخر خانم بوده، در قبل از خروج از مملکت هم که در تهران بودم. سراپا گوشم. امروز روز پرماجرایی رو در کل داشتید. بله، چه کردید؟ عرضم خدمت از یه جا، خب خیلی خوشحال هستم که مردم بخصوص احزاب، حالا فرقی نمیکنه با چه باورهایی، نسبت به رژیم منحوس جمهوری اسلامی واکنش نشون میدن. جالب اینجاست که امروز ما حتی در این اکسیونی که داشتیم از احزاب گوناگون، به خصوص حالا اقوام بودن، حالا به قول خودشون اونا میگن ما ملیتیم، ما که میگیم اقوامیم، حالا شما هرچی میخواید باشید باشید، و احزاب و سازمانهای دیگر چپ و اینا، جالب اینجا بود که از مجاهدین هم بودن و سخنشون این بود که نه به جمهوری اسلامی، چون امروز 12 به اصطلاح فروردین روز تثبیت جمهوری اسلامی بود، در حالی که ما میدونیم شوربختانه مجاهدین یکی از اهرم‌های اصلی بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی بودن. ولی باز هم خوبه که ما در این حرکت ها اشتباه این عزیزان رو، اعترافش رو میبینیم و این نشانه بزرگیشونه، نشانه بلوغشونه. اما حالا شوربختانه از اون ور، در این گفتمانی که بود، اولا خب شوربختانه حالا به هر دلیلی فرصت نشد که من برم و مستقیما در پشت بلنگو نظر خودم و هماندیشانم جنبش ایرانبانان بخصوص در بخش لورها رو اعلام کنم. ولی همونطور که نمیدونم ویدیو رو دیدید یا نه، در پایین به اصطلاح استیج آمدم و فریادم این بود که بله، ما 2 دیگر اعتصابات رو در درون ایران آغاز میکنیم. گفتمان های البته بسیار داشتم با احزاب، فرض بکنیم الاهواز یا فرض بکنیم تجزیه طلب های کرد. البته میگن ما تجزیه طلب نیستیم، ولی من میدونم دروغ میگن، این باور رو دارن، و سایر احزاب. سخنم با اینها ای بود، به خصوص با اون عزیز بانوی عربی که صحبت میکردم، که ایشون میگفت اصلا ما باوری به خوزستان نداریم. گفتم خیلی خوب، شما باور نداشته باشید، ولی اونجا خوزستان ماست. و در هر صورت بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت همونقدر که توی سر شما عرب هست، توی سر من لور هست، بقیه عزیزان ششتری و دسولی و کرد و کلن ملت ایران، بیاید به جای این که ما این سلیقه رو داریم، ما ملت هستیم یا نیستیم، به رفع مشکل اصلی یعنی جمهوری اسلامی بیاندیشیم. او هم با یه کار عملی میشه. خب خوشبختانه میتونم بگم مثبت بود، یعنی من خودم مثبت میبینم، میخوان گفتگو بشه، میخوان گرایش های ملی و مردمی انجام بشه. ولی جناب عالی پیام عزیز، در میان ما چون دموکراسی نبوده، چون گفتگو نبوده، یک خلعی وجود داره و من و ما فکر میکنیم، یعنی بر این باور، با این استراتژی هستیم که بریم تو دل مخالفینمون، بریم تو دل کسانی که حتی خلاف ما فکر میکنن و شرافت و واقعیت و انسانیتمون و هم میهنیمون و هم دردیمون و هم سرنوشتیمون رو با یه طرح عملی برای عبور از جمهوری اسلامی که مانع از رسیدن هر کی با هر مطالبه ای هست میباشد رو بیان کنیم. و من فکر میکنم در کل پاسخ شما رو داده باشم، این حرکت ها بسیار مثبته. امروز هم من با توجه به اینکه حقیقت بی احترامی به ما شد، اما اشکالی نداره، ولی من مثبت دیدمش، چون در پایین استیج گفتگوهای زیادی کردیم، مصاحبه های زیادی با من شد و عرض کردم با اقشار گوناگون، بخصوص لیدرهای احزابی که حالا
خلاف اندیشه من هم که ما ایرانبان هستیم می اندیشیدن، ولی ما تونستیم یک دیالوگ خیلی درست داشته باشیم. همه اون عزیزان رو هم من دعوت کردم به خانه کوچکی که دارم، گفتم شما خیلیاتون اینجا مهمان ما هستید، جاتون خالی، ما یه قرمه سبزی هم درست کردیم، اگه سلام میدید بیاید بریم این قرمه سبزی رو با هم بخوریم. یعنی اینقدر صمیمیت و دوستی و فلان و اینا خیلی خوبه که نشان دهنده از مهمان نوازی شما لور هاست. عزیزم آبتین عزیزم، اولا من اینو به شما بگم، من معتقدم خیلی از، حالا خیلی هم شاید نه، بعضی از کسانی که نه به جمهوری اسلامی میگن خودشون کمتر از جمهوری اسلامی نیستن. اینها باید مواضع گذشتهشون رو نقد کنن، باید خودشون رو در بوته محاکمه بگذارن، خودشون رو، قبل از اینکه مردم بخوان اینها رو محاکمه کنن. و بعد به خیلی عظیم ایرانیان معترضی که میخوان از نظام عبور کنن به پیوندن، کسانی که کارنامهشون داره نشون میده اینها دست کمی از جمهوری اسلامی ندارن، دیگه در کنار ما یه خورده همچین ما خیلی خیلی پسندیده نیست. این یکی. دوم، من این رو خدمت شما بگم، شما خودت بهتر از من میدونی، این نغمه هایی که اخیراً بلند شده بعد از این کنفرانس هایی که تو تورنتو بردم این ور و اون ور و اینها میگذارن که نمیدونم ملت ها و ما ملت هستیم و ما فلان و اینها، اینها تو خارج از کشور. بله. عزیز من در داخل ایران شما این نغمه ها رو نمیشنوید. در داخل ایران میگه از کردستان تا تهران، از تهران تا زاهدان، جانم فدای ایران. این نغمه هاییست که این کنفرانس ها و اینا فرصتی ایجاد کرده برای عرض اندام یه عده‌ای که سالهای سال نه تریبون داشتن نه جایی داشتن چیزی، حالا تریبونی پیدا کردن و بیان یک چیزهایی بگن. اینها رو شما خیلی جدی نگیرید. بپردازیم به اون کاری که در داخل ایران دارید انجام میدید. دقیقا درست میفرمایید. من یک کوتاه فقط میپردازم به اون مسئله، شما باز بشه برای شنونده ها و بیننده ها. عزیزان باور بفرمایید، این توهین به این عزیزان نیست، اینا پارهای تن ما، یه واقعیته. اون کردی که بد میاندیشه، اون بلوچی و عربی، پارهای تن ما، مردم وطن ما، ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. ما باید سعی کنیم به اینها نزدیک بشیم و واقعیت رو بهشون بگیم. جناب عالی پیام عزیز، باور بفرمایید، این عزیزان یه تلنگره، من روکم، اینها نه شعور سیاسی دارن، نه جهان بین المللی رو میشناسن و نه همونطور که شما اشاره کردید مردم درون رو. عزیزان تو اپوزیسیون چی هستی؟ تو برای چی تلاش میکنی؟ وقتی که میدانی تو نمیتوانی فرای مرزهای اون مملکت کاری انجام بدی و مردم بی مملکت، مردم آواره و سرباره جهان هستن، چرا ما نیم همازور بشیم؟ چرا ما نیم همدرد بشیم، هم سرنوشت بشیم و معضلات خودمون رو حل کنیم؟ او هم با کار عملی، اون اشاره که شما فرمودید. عزیزان جریان های اپوزیسیونی که ما میبینیم حقیقتا پوپولیسته، فریبه، جنگ اونجاست، دشمن اونجاست، ما بریم تو تورنتو، ما بریم تو آمریکا، ما بیایم تو اروپا، ما بیایم باورمون برای بعد از جمهوری اسلامی باشه. آقا الان چه طرحی داریم؟ این مهم که ما طرح اعتصابات رو داریم و جالبه بدونید بخش مهم اهرم اجرا رای این اعتصابات همین ما اقوامیم، همین لوراییم، هم قشقاییاییم، هم عرباییم. ما بیعت کردیم که از خوزستان شروع کنیم. اتفاقا یه عزیز عربی در مورد همین خانومی که من ویدیو رو فرستادم براش اینا گفت آقای آبدین یه کلمه باید بگم بهتون، اینها بیشعورن تمام. ما تا جمهوری اسلامی اونجاست همین دردمونه، حرف شما درسته، درمانمونم عمل اجراییه. چرا اینا یه تر نمیدن اگر راست میگن؟ چرا اینا نمیان از ما حمایت بکنن؟ آقا من کارگر حقوقمو ندادم، من راننده امکانات این که یک لاستیک اگه پنچر کردم لاستیک درست تهیه کنم ندارم. مکانیکی موتور یک به اصطلاح کامیون میلیاردی شده. خب اینها مردم مگه ما نیستن؟ مگه همینا عرب و کرد و لور و به قول شما ملیت، ملت، هرچی میگی؟ ما باید نسخه‌ای برای اینا در
اختیارشون بگذاریم که درمان درد اقتصادیشون بشه. مردم نون میخوان، آب میخوان. به خواهر عربمون گفتم خواهر عزیز، خاک و بدبختی و بیچارگی و فقری که تو خوزستانه دیگه عرب و لورو اینا نداره. آقا ما چگونه باید از این قضیه بگذاریم؟ ما یه طرح داریم، اعتصابات. شما طرحی دارید؟ شما برنامه‌ای دارید؟ چرا 4 ساله دارید الکی درجا میزنید و به جایی که ما بیایم نیروهای خودمون رو روی هم بذاریم و واقع گرا باشیم؟ ما نمیتونیم با دست‌های گوشتی به جنگ پنجه‌های آهنی حکومت بریم. حکومت تفنگ داره، حکومت آدم کش داره، زندان داره، امکان این که ما رو سرکوب کنه داره. ولی وقتی ما اعتصاب بکنیم، میخوان بیان یکی یکی در خونه فرق و راننده ها و کارگرها و پروژه ها بگن آقا بیا بیرون، تو چرا اعتصاب کردی؟ بشینن تو خونه هاشون، بیاین این تر رو بلنگو بشیم، بیاین این تر رو بگم. خوشبختانه وقتی که از نزدیک ما باشون صحبت میکنیم میپذیرن. حالا خیلی از این عزیزان هم قول دادن که با من ارتباط بگیرن، شماره تلفن ها رو رد بدل کردیم. بله جناب آقای عالی پیام عزیز، اعتصابات یک علم و این علم در تمام تاریخ دیکتاتورها که برید نگاه کنید، علمی است که با عقل و واقعیت دیکتاتورها رو پایین زده. و این طرح رو ما از 14 فروردین شروع میکنیم و درود بر شما که حقیقتا یک شما یک فرهنگی هستید، یک شاعر هستید، ولی در هنگامی که باید وظیفه ملیت انجام بدی صدای این قضیه شدید. و من خرسند و متشکرم از سایر عزیزانی که حقیقتاً به این کمپین پیوستند و در راستای هم آگاهی رسانی برای سمفونیک اعتصابات، هم همکاری برای اجرای قضیه اعتصابات با ما همصدا شدن. امیدوارم این مسئله گسترش بیشتری داشته باشه. بله خب من خوشحالم که شما همه تلاشتون رو صرفاً معطوف به اون فعالیت‌های خارج از کشور نمی کنید و نگاه عمدتون به داخل کشور هست. هر اتفاقی هم قراره بیفته از داخل ایران خواهد افتاد. قبطین عزیزم، خب مدتی من این برنامه های اعتصاب شما رو پیگیری می کنم. از 14 فروردین بفرمایید که قراره چه اتفاقی بیفته و چه پیامی برای مردم دارید و از چه کسانی درخواست همکاری و پیوستن به این اعتصابات دارید می شنوید. متشکرم. بله گرامی، ما راهی نداریم. آن چیزی که بتواند در ملت ما سرنوشتش تغییر مثبت بده یا برعکس درون ایران، خارج از کشور ما به عنوان یک تریبون میریم. در این حرکت ها هم که میریم به خاطر صدای اعتصابات در درونه. حقیقتا طرح اعتصابات هیچ کس با ما همکاری نکرده. ما سال گذشته رو سال قیام اقوام گذاشتیم. دقیقاً در 14 فروردین آغاز کردیم اعتصابات. اعتصاباتی رو که در سالهای پیشین ما در چندین پروژه اعتصابی، بخش مهمی از پالایشگاه‌ها، بخش مهمی از پتروشیمی‌ها، بخش مهمی از ترابری‌ها، بخش مهمی از معلم‌ها و برنامه‌ها رو به تعطیلی کشیدیم و بیرو درواسی به زبان عامیانه بگم حکومت رو به غلط کردن انداختیم. جناب عالی پیام عزیز، تمام این طرح اعتصاباتی که شما میبینید، حالا به صورت پراکنده هم هست، همش طرح ماست، طرح جنبش ایران بانانه. ما برای این قضیه سازماندهی کردیم، ارتباط در درون زدیم، صندوق تشکیل دادیم، حمایت کردیم کسانی که به زندان افتادن، به خانواده های اونهایی که بالاخره مشکلات خاصی داشتن کمک کردیم و حق و حقوق به اصطلاح کارگرها رو، البته خودشون خب اکثرا آگاه هستن، ولی به نوعی بهشون تزریق شجاعت کردیم که بیان. راهی ندارن به جز این که این طمعی که دارن که مقطعی هست رو بیخیال بشن و بیان به صورت کلان به عنوان یک اهرمی برای عبور از استبداد حاکم در اعتصابات بپیوندن، هم حق و حقوق خودشون رو بگیرن، هم موارد دیگر. شما بیشتر جناب آقای رسول خان بوداغی رو میشناسید. ما خیلی فعالیت های بسیاری داشتیم. اشاره به جناب آقای رسول خان بوداغی در راستای معلمین هست، میشناسید فکر کنم ایشون. بله بله، بله دارید. درود بر شما. ما فعالیت های بسیاری داشتیم در کلاب هاوس، در جاهای دیگر، برنامه های خیلی زیاد. یه درسی رو جا داره من اینجا بگم، یادی بکنم از این عزیزم که الان زندانه، به من و خیلی ها داد. در یک صحبتی بود، معلم ها می اومدن صحبتشون بود، آقا ما حقوق بیشتر می خواهیم، ما فلان
این صحبت ها میگفتن آقا ما فقط باید در راستای مطالبات صنفی خودمون حرف بزنیم، نباید بیایم تو مجموعه سیاسی از این جریان ها. آقای رسول بداغی حرف جالبی زد، من کردمش سر لوحه خودم، گفت درس اول معلم آزادگی است، ما باید آزادگی رو به جامعه یاد بدیم. یعنی که ما فقط به فکر حقوق و فلان و فلان خودمون باشیم. اون شاگرد، اون بچه که میخواد بیاد سر کلاس ما، وقتی گرسنه است، وقتی پابرهنه است، وقتی لباس نداره، وقتی که خوراک آموزش و پرورش خوراک مسموم برای او بچه است، ما داریم هم به خودمون خیانت میکنیم هم به جامعهمون. حالا در کل برمیگردیم تو تمام صنفا، عزیز کارگر، عزیز راننده، عزیز معلم، بزرگوار بازاری، ای هم دردان و هم سرنوشتان، حتی اگر شما به حق و حقوق خودتون برسید که امکان نداره رژیم این کارو بکنه، باز هم وقتی که در کنارتون فقر و فلاکت و بدبختی باشه، شما زندگی خوبی ندارید، امنیت خوبی ندارید. همونه که دزده میپره تو خونه تو، میاد طلا فروشی تو رو میزنه، میاد بازار تو رو اله میکنه، میاد تو ترابری جلو تو میگیره، امکان داره بکشت، بارت ببره. خب اگر ما بخوایم این فقر رو به اصطلاح به صورت ریشه‌ای حل کنیم و استبداد رو برکنار بکنیم، باید درس اولمون آزادی باشه، آزادی خواهی باشه. و خوشبختانه جناب علی پیام عزیز، این طرحی که عرض کردم ما پارسال آغازش کردیم، از شهر درود لرستان در ترابری آغاز شد، به صورت خیلی گسترده در چارگوشه میهن حرکت کرد، رفت در پروژه های اصلویه، ماهشهر، گچساران، کل خوزستان، پالایشگاه های آبادان، تا سمت تبریز، تا تهران به تعطیلی کشیده شد و حقیقتا اوج اعتصابات بر اساس اون بیلان کاری که ما داشتیم داشت میرفت که در این روزها، یعنی تعطیلات عید و فلان و فلان، ما کل حکومت رو از نظر اقتصادی و ماشین سرکوب رژیم بشکنیم، یعنی اینکه به ارتش بعد از بازار و راننده و کارگر و بازاری مثلا مردم اینا، به ارتش، به سپاه، به بسیج بگیم آقا شما که ادعاتون هست با ما هستی، شما اعتصاب کنید، ما نیازی به شما نداریم، اگه شما نباشید کسی ما رو با باتوم نمیزنه، اگه شما نباشید کسی ما رو با گلوله نمیزنه، کسی ما رو نمیگیره بکنه زندان. دشمن خارجی که حمله نکرده که، ارتش، سپاه، بسیج به تو نیاز باشه، مردم داخلی هستن. تو اگه شرف داری اعتصاب کن، تو که میبینی مردم گرسنه و بدبخت و بیچارن، اعتصاب کن، بیا کنار ما، بشین تو خونه، نمیخواد تفنگ بگیری بیای از ما حمایت کنی، بشین مثل معلم، بشین مثل کارگر، بشین مثل راننده، تا ببینیم چی میشه. این حکومت مگه پول نداره؟ مگه سرمایه نداره؟ مگه ما مدیر و مدبر نداریم؟ چرا، همه چی داریم، ولی چون ما هماهنگ نیستیم و همازور نیستیم، حکومت داره از این پراکندگی ما سوء استفاده میکنه. ما نمیتونیم، سربازی نداریم، ارتشی نداریم، امکاناتی نداریم، حتی تریبون واحدی نداریم که فرض بکن بگیم آقا حرکت میلیونی و فلان و فلان، اینا دیگه تو مملکت ما به عنوان یه شوخیه. ولی اگر جدی بخوایم فکر کنیم، با همین طرح اعتصابات میتونیم کار بکنیم و رژیم رو وادار بکنیم هم حق و حقوق تمام شما صنفا رو بده، هم به حق و حقوق سایر اقشار هم توجه بکنه. و اصلا اون صحبتایی که شما در حد شعار میکنید که آقا نمیدونم باید اصلاحات بشه، باید قانون عوض بشه، یا هر چرندی که روزش میخوام از این جمله استفاده میکنم، برخی به خورده برخی از مردم ساده میدن و میگن امید هست که یه تغییراتی بشه، اگر هم بخوایم به اونها توجه میکنیم، زور ملی میخواد، زور مردمی میخواد و اون اعتصاباته. به هر روی این پوپولیست رضا پهلوی، وکالت میدهم و قضیه شانتاژ و به اصطلاح چارچولک بازی منشور نوشتن و حالا هم که دیگه موارد دیگر و فراخوان به میدان و بچه ها رو به زندان و به تجاوز و به قتل عام هجامت برای حکومت کردن، یه مقدار پروژه رو عقب انداخت. ولی ما مبارزیم و راهی به جز مبارزه نداریم. مردم از فقر و فلاکت و گرسنگی دارن خودکشی میکنن، بزرگوار دارن تن فروشی میکنن، خودتون بهتر میدونید. پس ما تنها راهی که داریم همین مقوله اعتصاباته. این اعتصابات فرقش با اعتصابات سال دیگر، اعتصابات سال گذشته رو ما به عنوان یک کار مدنی و به نوعی چگونه بگم، حق و حقوقی در چارچوب قانون اساسی خود رژیم جمهوری اسلامی آغاز کردیم، اما دیدیم که اونها نه قانون سرشون میشه و نه اپوزیسیون هم شرف داره که همصدای ما بشه و فشار به حکومت بیاره تا اینکه ما بتونیم حکومت رو، عرض کردم، ارکانها های اقتصادی و نظامی شو
فلش کنیم و اون فراخوان میلیونی رو اعلام بکنیم و مردم بیان هر کی در هر کجا که هست ادارات حکومتی رو به دست بگیرن، قدرت خودشون رو در مدیریت جامعه توسط نخبگان خودشون با خود مدیریتی به اجرا برسونن و مثل تمام کشورهایی که عرض کردم از علم انقلاب استفاده میکنه و از استبداد میگذره و مدیریت کشور خودش رو دست نخبگان خودش میده، ما هم این مسیر رو انجام بدیم. چون این موارد رو نشد و این پوپولیست درون و برون و نبودن به صلاح تریبون واحد این ضربه رو به ما زد، در این چهاردهم بیرو درواسی ما دیگه جنگ اقتصادی داریم، ما انقلاب اقتصادی نداریم، یعنی به زور متوسل میشیم. اگر کسانی که عهد اعتصابات رو بشکنن، این عهدی که خود کارگرها، خود راننده ها، خود معلم ها، پرسنل بازار بستنه، این پیام رو من از سوی اونها میدم. اگر بازاری ها، اگر معلم ها، اگر راننده ها، اگر بخصوص در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، بخصوص در پالایشگاه ها، در معادن، کسانی بخوان عهد اعتصابات رو بشکنن، به صورت آتشین قهرامیز با اونها رفتار میشه، اونها رو جزوی از پرسنل خونخوار و متجاوز جمهوری اسلامی میدونن. این یک واقعیته که الان دیگه مردم راهی به جز انقلاب و جنگ و رسیدن به مطالباتشون ندارن. اون حقیقتا قهرامیز هست و این چهاردهم فرقش اینه که ما به صورت قهرامیز با عهد شکنان، تکرار میکنم، اعتصابات برخورد خواهیم کرد. یعنی اون راننده‌ای که بیاد تو خیابون، بیاد تو جاده ترانزیت مال و دارای مردم گرسنه رو بخواد ترانزیت کنه، اون کسی که در پروژه های نفت و گاز بخواد بیاد شیرمایه مردم فقیر رو استخراج کنه بده به کمپانی های نفتی غربی و آخوند تروریست و فلان و فلان، او دیگه جزوی از دشمن هست. یعنی دیگه چیزی پوشیده نیست و به عنوان یک دشمن با او برخورد خواهد شد، به عنوان یک خائن. پس همه باید بدونن که در این راستا ما راهی نداریم به جز اینکه با تمام قدرت در مقوله اعتصابات شرکت کنیم. خب ببین بهرام عزیزم، چند تا نکته اینجا هست که باید مطرح بشه. اولا که خب من معتقدم که اعتصابات زورکی نمیتونه باشه، اعتصابات باید دلی باشه، مردم خودشون بخوان که اعتصاب کنن. اعتصابات زورکی مردم رو در یک فشار از دو طرف قرار میده، یک طرف رژیم، یک طرف مبارزین، و اینها این وسط خورد میشن. تا الان هم هرچی اعتصابات بوده کاسبین خورده پا بودن، مغازه‌دارها بودن به اعتصابات پیوستن و خب لطمه هم خیلی خوردن و اشکال کار از اینجا بود که سایرین به اعتصاب نپیوستن. اون برخوردهای قهرآمیز وقتیه که یه اکثریت 90% مثلا در یک جایی، در یک کارخونهی، در یک پالایشگاهی، در یک صنفی اعتراض میکنن، 10% میان پشت میکنن به اینها. خب اونها رو ما به عنوان خائن تحت فشار قرار میدیم، اون هم نه که بزنیم یا بکشیم یا هرچی. دفعه پیشم موقع اعتصابات مغازه‌دارها گفتیم کسانی که به اعتصابات نمیپیوندن هر محله‌ای اینها رو شناسایی بکنن و از اینها خرید نکنن، اینها رو بایکوت کنن. این طرحی بود برای زیر فشار گذاشتن اینها که خیانت نکنید به جنبش، به حرکت بقیه. خب قرار نیست مغازه کسی رو آتیش بزنیم یا درشون رو هم آسیب بزنیم. این طرحی که شما دارید آیا واقعا به اعتصاب کشوندن مردم به زوره یا حمایت از اعتصابی است که مردم میخوان بکنن و ما تشویقشون میکنیم؟ به اضافه که این رو هم در نظر داشته باشیم، به لحاظ اقتصادی خب مردم زیر فشار هستن. یک کارمندی که یا کارگری که میدونه، بسیاری از این کارگرهای این کارخانجات بزرگ اینها قراردادی هستن، یعنی با فردا میتونه بگه نه، یا حقوقتو نده، نبودی نیومدی حقوق نداری. و اینها واقعا لنگ نون شبن، با همین حقوقی که میگیرن شکم زن و بچه رو نمیتونن پر کنن، با حقوقایی که به هم 3 ماه 4 ماه 5 ماه به تعویق میفته،
چه برسه که بخوان اخراجم بشن. اینها همه مسائلی است که باید سنجیده بشه و راجبش فکر بشه. پشتوانه یک اعتصاب درست حل کردن این چالش هاست. برای اینها چی اندیشید؟ بله، شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. ببین خان عزیز، همین امروز بخش بسیاری از کارگرها پروژه ها به خصوص اعتصاب کردن، همین امروز 11 مذر میخوام 12 همین امروز. یعنی اعتصابات از همین الان شروع شد. همواره در مسئله اعتصابات بخش شرافتمند و مردم شرکت کردن. کیا شرکت نمی کنن؟ کسانی که ایادی جمهوری اسلامی هن و مسئله اقتصاد و مسئله اعتصاب بسیار براشون مهمه. اونها از بستن چرخ اقتصاد و چرخ ماشین سرکوبگر خودشون میترسن، نه با کمپین و با شعار و با فوش و فلان فلان به خامنه ای. اینجاست که روی قضیه اعتصابات خیلی حساس هستن. برای عنوان مثال، شما اگر نگاه کنید در پارسال وقتی که پروژه های نفت به صورت خیلی گسترده اعتصاب کردن و من افتخار دارم و کلاه احترام بر سر بر می دارم برای همتباران لورم که لیدرهای این حرکت بودن، وقتی بود که رژیم شروع کرد به کشتار مردم و بخش بسیاری از همتباران ما اومدن روی زمین نوشتن یا پول یا ناموس و اعلام کردن که اگر که چنانچه رژیم بخواد به کشتار مردم تکرار به صلاح بپردازه، ما تمام این پالایشگاه و اینا رو که ساختیمه به آتش میکشیم، ارزش نداره، ما کار بکنیم حقوق بگیریم بعد ناموسمون فلانمون مردم وطنمون اینطوری کشته بشن. الان قضیه اینجاست. ببینید بخش بسیاری از بازاری ها، مردم ها، مردمدار ها، شرافتمند ها همواره اعتصاب کردن. چه کسانی اعتصاب نمی کنن؟ آنانی که به حکومت وصلن. بخش بسیاری از ترابری ها همواره اعتصاب کردن. چه کسانی اعتصاب نمی کنن در بخش ترابری؟ کامیون ها و بانکر ها و کلن ریلی ها و اینایی که مال سپاه هن، مال ژاندارمری هن، مال ارتش هن، مال مثلا ملی حفاری هن، ماشین های حکومتی هن. برای عنوان مثال یه مثال میزنم که پاسخ شما رو کامل داده باشم. پارسال در مقوله سوخت‌رسانی در بخشی از به اصطلاح کردستان کرمانشاه که به سمت عراق میره، که هر شب 800 خورده فقط بونکر حمل سوخت از ایران به عراق میره. خب ما اعلام کردیم، اعتصابات شد، تمام بونکردارا زدن کنار خوابیدن، ولی رژیم جمهوری اسلامی اومد از عراق ترابری عراق رو آورد و سوخت میبرد. خب ما دیگه مجبور شدیم، تعارف که نداریم که این میگم ما مردم خود راننده ها چندین پایانه به اصطلاح سوخت‌رسانی که مال سپاه بود، مال همین جیش ال نمیدونم چی عراق بود، آتیش زدن. خب اونا مال مردم نبودن، مال حکومت بودن. حالا قضیه ترابری، قضیه معلمان هم همینطوره. یه بخش از معلما هستن همینایی که رژیم واردشون کرده، همین آخوندان و همین خودفروشان، و یه بخش هم حقیقتا عرض کردم عهد شکنن. ما راهی نداریم، نه ما هرگز که نمیگیم کسی رو بکشیمش یا کسی مثلا حتی یه قطره خونی ازش به اصطلاح سرازیر بشه. ما مثلا مدارس رو الان تر اینه که خود دانش آموزا و خود مردم در محلات و معلما مدارس رو به تعطیلی بکشن، مثلا برقش رو قطع کنن، کامپیوترش رو قطع کنن. پودش میخوام یه مثال عامیانه داریم، میگن آقا فلان جا رو به گو بکشیم، با لجن با هر چیزی که شده مدرسه رو بویناک کنن، در مدرسه رو قفل بزنن، در مدرسه رو لجن بزنن، در ادارات دولتی که داره باج میگیره، شرکت گاز مخابرات، شرکت برق، هر چی که حساب بکنید داروهای حکومتی شدن. این مدار، این به اصطلاح مراکز حکومتی با تعطیل بشن، و این تعطیل شدن مراکز حکومتی و بخش اونجا بس زوره و بخش فرض بکنیم بازاری هایی که به حکومت وصلن، راهی نیست. اون قضیه کوهی باید خراب بشه تا دره پر بشه. اگر ما این کارو نکنیم، اعتصابات از روز 14 هم از کردن، از همین الان پیش بازش رفتن. حالا شما خواهید دید امروز 12 هم، دو روز دیگه ما وقت داریم. قدرت و اندیشه و حرفی که الان شما رو میزنید سند شو 14 هم ما نشون همه ملت ایران خواهیم داد. یعنی ملت آماده اعتصاب هستن. اونهایی که اعتصاب رو بشکنن اونا دشمنان
همون صنفا و همون مردم و همون دانشجوها و همون معلمایی هستن که آزادی میخوان، حقوق میخوان، نه فقط برای خودشون. مثل آقای رسول بوداغی. آقای رسول بوداغی زن و بچه نداره، مثال میزنم، یه معلم رو میگم. آیا نمیخواد حقوق بگیره، فلان بکنه؟ آیا خانوادهش مستاجره؟ حالا دیگه خودت فکر کنم بشناسیش چه مشکلاتی داره. ولی برای رفع معضلات جامعه تنها ابزاری که داره همین قلمش رو بذاره زمین، مدرسه رو تعطیل کنه، مدارس که تعطیل بشن، ادارات که تعطیل بشن، عرض کردم بازار و ترابری و فلان و فلان، با بستن جاده ها با سنگ، یه چهار تا لاستیک آتیش زدن. این که شما میفرمایید اگر اینا کار نکنن گرسنگی میکشن، خب یه واقعیته. شما فکرش بکنید، مثلا آزادی بی بهانه نیست. همین اوکراین، روسیه با ارتش و فلان و فلان چپ و راست داره مردمش میکشه. ما مثلا مردم اوکراین رو نادیده بگیریم که میدونن گرسنه‌ن، کشته میشن، فلان میشن، بعد با دشمن نجنگیم، جلو لوجستیک رو نگیریم، چون اگه یه وقت بگیریمش اونا با گله ما رو میزنن. نه، زندگی مبارزه است و ما راهی دیگه نداریم عزیز بزرگوار. همه میگن آقا دریغ از چه میدونم پارسال. خب همینه، تا جمهوری اسلامی هست، خب ما فرارویمون یک پیروزی، یک امید، یک آینده نیست. پس چه کار کنیم؟ بیان بیفتیم دنبال شالاتانهای اپوزیسیون؟ بیان با دامهای حکومتی جوانان رو به خیابان آوردن، با شعار و رقص و آواز به کشتن دادن؟ بیان به تن فروشی خواهر مادرامون برای نان مجبوریم؟ مجبوریم بجنگیم. جنگی هم که میتونیم بکنیم قضیه اقتصادیه، راه دیگری نداریم. 100% یک بخشی از صحبت شما هم کاملا درسته، ولی واقعیت هم اینه. ما یه لورا خودمون یه مثالی داریم، پری روز بود با همین عزیزان اعتصابی در پروژه ها صحبت میکردم، گفت آقا ما قدیما میگفتیم آقا شده سنگ به دل ببندیم، ولی شرفمونو از زمین با برداریم. کی گرسنگی مرده؟ آقا تو افریقا هم دیگه کسی از گرسنگی نمیمیره. اینا دروغه که میگن آقا اگه ما فلان کنیم ما گرسنه میشیم. و بعد از همه مهمتر این ندا رو من به عزیزان بدم. عزیزان، ما بخصوص برای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و کارهای پارتیزانی ترابری صندوق تشکیل دادیم. خود کارگرها، خود معلمها، خود راننده ها با هم ارتباط زدن، پول میدارن رو همدیگه. کسی که واقعا نیاز نون شبه کمکش میکنن. شما به این قضیه بپیوندید، کسی از گرسنگی نخواهد مرد. کافی آقا ما 30 روز، 1 ماه اعتصابات رو به جایگاه برسونیم که واقعا سوخت، بازار، ادارات تعطیل بشه، ریزش در حکومت رخ میده. اعتصابات رو به جایگاه برسیم که ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، اونایی که ادعاشون از شرف دارن با ما هستن، نرن تو پادگان ها. سربازا به خدمت نرن، ترک خدمت کنن. خب رژیم فلج میشه. رژیم با کی اونجا داره کنترل میکنه؟ هشت شعبی، فاطمیون، زینبیون؟ آیا تمام قدرت حزب الله لبنان این کارو کرده؟ نه، بخش بسیارش خودمونیم. خب ما وقتی که اینها رو به جایگاهی برسونیم که به اعتصابات که تنها طرح عبور از استبداد است بپردازن، اونا هم ول میشن یا نهایت اونا نشون میشن و ما میتونیم طرفمون رو بدونیم و با دشمن اصلی که دیکتاتور از اونا استفاده میکنه و زبانی به جز زبان زور نمیفهمه، با هر طریقی که شده بجنگیم. فراموش نکنیم خان بزرگ، ما لوریم، ما عربیم، ما کردیم، ما بلوچیم، ما میراثداران عرصه جنگ با استبدادیم، آذریم، ترکمنیم و و و و قشقاییم. کجا پدران ما این گونه سکوت میکردن؟ کجا مادران ما در مقابل استبداد به این خاری ایستادن؟ جان دادن ولی خاک ندادن، جان دادن ولی شرف ندادن. من لور فرزند بی بی مریمم، فرزند علی مردان خانم. عزیزان عرب، عزیزان کرد، عزیزان بلوچ، سیستان، همه اخشار لیدرها و نمادهایی دارن که در میدان مبارزه ما الان از نام و جایگاه اونا به اصطلاح افتخار میکنیم. باید جنگید یا بلا به نسبت سرکار و عزیزان باید تمرگید. اگر کسی راهی طرحی برنامه دیگر دارد بابه ها، ولی به جز اعتصابات چیزی دیگه نیست. مجبوریم این سختی ها رو به صلاح پیش ببریم و غیرت کنید. آقا اعتصابات از همین الان استارت خورده، یعنی 14 به اوج میرسه. اما فراموش نکنید دشمن رو دست کم نمیگیریم. اعتصابات تا نابودی تمام ارگان های اقتصاد
اقتصادی و نظامی حکومت باید ادامه داشته باشه. از فردا هم نترسید. همین هایی که اعتصابات میکنن، همین هایی که در میدان در عمل مقابل اقتصاد و ماشین سرکوبگر رژیم میستن، فردای حاکمیت ملی رو هم همینا به دست میگیرن. همین شجاعان. از مدیریت فردا نترسید، از بیغیرتی امروز بترسید. غیرت خودتون رو نشون بدید. 14 فروردین اعتصابات. بله، درود بر شما. دوستانی که انقلاب مشروطه رو خوب خوندن و مطالعه کردن میدونن در یک مقطعی مشروطه خواهان عجیب شکست خوردن. شهرهایی که یکی سقوط کرد، حتی تبریز، تبریز هم سقوط کرد. فقط یک محله مونده بود در دست ستارخان. مقاومت ستارخان و یارانش و پایمردیشون دوباره ورق رو برگردوند. دوباره تبریز آزاد شد. تبریز که آزاد شد، یکی یکی شهرهای دیگه آزاد شد تا رسیدن به تهران و تمام. الان مشعل تظاهرات خیابانی ما در زاهدان همچنان روشنه. در شهرهای دیگه خاموش نشده، آتش زیر خاکستره. چهارشنبه سوری و لحظه تحویل سال نو دیدیم. فردا سیزده بدر هم شاهد یک نمایش دیگری از قدرت مردم در لجبازی با حکومت و شکستن اون چیزهایی که برای حکومت خط قرمز حساب میشه، من حالا اسم میارم، خواهد بود. فرصتی خواهد بود. در زاهدان الان این مشعل کماکان روشنه. این باید، نباید ترها گذاشت و باید در شهرهای دیگه کماکان افروخ. بازوی دیگر اعتصابات اعتراضاته. یعنی این دوتا به هم کمک میکنن. اعتراضات به اعتصابات و اعتصابات به اعتراضات. با یکی مثل این که شما با یه بال بخواید پرواز کنید یا با یه پا بخواید راه برید. نمیگم نمیشه رفت، مشکله. من خوشحالم که حالا اعتصابات رو، اگر که اعتراضات در زاهدان چراغش روشنه، اعتصابات در خوزستان داره دوباره شروع میشه. امیدوارم مردم عزیز جدی بگیرن، بدونن که منافع دراز مدتشون در سقوط جمهوری اسلامی است و الا با همین فقر و بدبختی و تحقیر باید نسل اندر نسل زندگی کنن. این یک شروع باشه برای پیوستن سایر استانها به این اعتصابات، هرچند فراخوان جنبش ایران بانان سراسری است ولی تمرکزشون روی استان خوزستان هست. درست گفتم بهرام عزیز؟ نه، همونطور که فرمودید سراسری است ولی تمرکز ما رو مناطق نفتخیزه، چرا که نفت، گاز و پتروشیمی گلوی اقتصاد استبداد هست و شیرمایه است که غرب بهش نیاز داره. چون ما در اونجا منابع نفتی رو داریم، شما اشاره به مشروطه کردید گرامی، قیام مشروطه هم سر جریان نفت بود، از قضیه آذربایجان سر جریان نفت باکو بود اگر تاریخ رو درست بخونید، و وقتی که نفت باکو تمام میشه به سمت جنوب میاد. اگر تاریخ رو درست بدونید در آذربایجان حقیقتا قیام شکست خورد، یه محله مونده بود که ستارخان و باقرخان و آزادی خواهان به اصطلاح آذربایجانی به صورت گریز مبارزه میکردن. اتفاقا وقتی خون به این به اصطلاح رگ انقلاب رخ داد که ما لورها به میدان آمدیم، یعنی اهرم‌های اجرایی، اینها رو به ما نمیگن. ما وقتی که به میدان آمدیم پروژه‌های نفتی رو بستیم، جاده‌های ارتباطی رو بستیم، استان به استان اومدیم، اصفهان رو از به اصطلاح بخش اقتصادیش خالی کردیم، جاده‌های ارتباطی و شریان‌های اقتصادی حکومت رو بستیم که شهرها سقوط کرد. و اونجا بود که ما اومدیم، وقتی که تهران رو تونستیم بگیریم، آن هنگامه تبریز از محاصره در آمد. اگر حرکت
قهرامیز به حرکت در اسب پارتیزانی و نیرومندانه اقوام گیلک و مازی و ارمنی و لور و و و بلوچ و اینا رو به ما نمیگن، حتی عرب ها خان بزرگ بسیارانی نقش عرب ها رو در مشروطه نادیده میگیرن. مثلا فرق کن شیخ خزر رو میگن تجزیه طلب بوده. آقا من لور بختیاری این را میدانم برای قضیه مشروطه شیخ خزر به ما پول داد و ما با پولی که از شیخ خزر گرفتیم که یه تاجر بود اسلحه تهیه کردیم رفتیم با حکومت مرکزی جنگیدیم. شیخ خزر تجزیه طلب نبود، یه آدم کاسبی بود به اصطلاح، اصلا خودش هم اصلا قاجار نظامی قاجار بود، یونیفرمش تنش هست، ولی به ما لورها خیانت نکرد. البته ما میگیم بهمون پول داد، ما به جاش زمین بهش دادیم. الان یک منطقه به نام شیبان شوشتر مال همون موقع است، ملک ما لورا بوده. یک منطقه به نام ویس ملاسانی، برید تاریخ بخونید، ما ویس ملاسانی و شیبان و بخشای از رام هرمز رو دادیم شیخ خزر، جاش پول گرفتیم برای اینکه تفنگ بکنیم، آجوغه و فلان، 7000 سرباز لور رو همسو کنیم و به تهران حمله بکنیم. این رو میخوام بگم گرامیان، دوباره تاریخ تکرار میشه. ما سپاهی نداریم، ما نیروی نداریم، ما ارتشی نداریم، همین ما اقوام ریشه داریم. و درود بر شرف عزیزان عربی که بیعتهای من، حالا نمیشه بالاخره خودتون دو روز دیگه حرفای من به شما ثابت میشه، بیعتهای عرب ها و لور ها و قشقایی ها و شوشتری ها و دسفولی ها مردم خوزستان با هم کردیمه که عملشو خواهید دید. ما به عنوان یک الگو میتونیم بگیم آقا یه روزی انقلاب فرض کنیم از آذربایجان میشه الگو، یه روزی فرض بکنیم چی میدونم از یک منطقه دیگه میشه، امروز از خوزستان، چون نفت و گاز و پتروشیمی حیات غربه. اگر ما حیات غرب رو به خطر انداختیم، جمهوری اسلامی سرویستهی برای غرب دیگه نمیتونه بکنه. اینجاست که ما بگیم آقا ترابری بسیار مهمه، بس فقط خوزستان هم نیست، جنوب ایران به سمت بوش شهر، به سمت بنادر، به سمت کرمانشاه، به سلام مسیرهایی که از سمت کردستان به عراق میره، ما جنوب ایران و جاده های اصلی ترانزیت رو میبندیم. عزیزانی که از 14 به سمت هر بنادری در جنوب بخواید برید، به سمت کرمانشاه، به سمت چه میدونم بندر عباس، بوشهر، ماشهد نرید عزیزان، آسیب میبینید دیگه. از این رکتر عزیزان پروژه‌ای، شما بعد از تعطیلات قرار برید سر کار دیگه، این کارش نکنید، این اشتباه رو نکنید. تجربهش هم در 14 قبلی دیدید، کلی ها رفتید پروژه ها تعطیل بود، مجبور شدید برگردید، کلی کتک خوری اونجا رخ داد بین کارگرهای شرافتمند و شمایی که عهدو شکستید. این بار دیگه جناب عالی پیام حقیقت کارد به استخون خورده و من وقایعی رو میبینم، رک میگم ما نمیخوایم خون از دماغ کسی بیاد، وقایعی رو میبینم برای اونایی که بخوان اعتصابات رو بشکنن، از طرف خود راننده ها، از طرف خود پرسنل های نفت و گاز و پتروشیمی، از طرف خود کارگرها و معلم ها و و برخورد میکنن. اینم چیزی نیست که من بگم، و اونایی که در ارتباط پروژه ها هستن این مسائل میدونن. همین امروز من قبل از اینکه بیام سر خط داشتم بالا گفتگوها رو همایی میکردم، چون یک اکسونی هم داشتیم بیرون اینا، عزیزان گزارش هایی به من دادن که آقا در بخش جنوب فلانجا 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 50 تا 60 تا 100 تا کپه تریلیا زدن کنار، بونکرا زدن کنار، از همین الان که اعتصابات شروع شده و تشکر میکرد و فلان و فلان، که یکی پس از دیگری یه، حتی مثلا یه صحبتی بود دیشب هم تو لایو خودم کردم که آقا اطلاعات وحشتناک رو لیدرها رو میشناسه دیگه، روی اینها داره زوم میکنه و میره رو خطاشون، تو واتساپ های گروهی دارن، صفحه های گروهی دارن، این پرسنل ها با هم ارتباط دارن و تهدیدشون میکنه. یعنی رژیم باخته، کافیه ما نترسیم. این رفتن تو شعار و تو خیابون و شعار دادن و رقصیدن اینا نیست. تو اعتصاب میخوای بکنی بشین تو خونه، بشین تو خونه، شرف داشته باش بشین تو خونه، بزن کنار تریلیت، بزن کنار، برو بزن پارکینگ، نه آسیب میبینی. برادرانو بهتون میگم، شما پارهای تن ما هستی، میخوای بازارتو باز کنی، میخوای سرمایتو فلان کنی، آقا بخش بسیاری از بازار جناب آقای عالی پیام عزیز
بازاری ها مردم پول ندارن شو خرید بکنن، مجبورن تعطیل کنن. آقا یه روز دو روز قرار مثلا ماه دیگه مردم پولدار بشن، جنس خراب بشه یا بالاخره بازاری بدبخت بشه، مجبوره، مجبوره در این سمفونیک اقتصادی، در این انقلاب اقتصادی همصدا بشه. یعنی خود جامعه الان اینو فهمیده، کسانی که عچکنی بکنن اینا مزدورن، خائن که شاخ نداره، مزدور رژیم جمهوری اسلامی که دم نباید دراره. بازاری که اعتصاب نکنه، راننده‌ای که اعتصاب نکنه، به خصوص پروژه های نفت و گاز به ویژه فلات قاره که صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ماست، خب اینا خائنن، خائن که شاخ نداره و با اینا برخورد میشه از درون. از درون جناب آقای علی پیام، تیم های تشکیل شده، ما یک کمیته داریم به نام کمیته مجازات جنبش ایرانبانان، همین کمیته ما هم الگو گرفته از زمان مشروطه است. از زمان مشروطه هم خائنین رو این کمیته ها میرفتن تنبیه میکردن، اول باشون صحبت میکردن به قول معروف کد خدا منشی، ولی وقتی مثلا فایده نداشت و اونا در صف استبداد میستادن باشون برخورد میکردن. آزادی بی بهانه است، تعارفی هم نداریم. آقا از این بالاتر به دخترانمون دارن تجاوز میکنن، به بچه هامون دارن تجاوز میکنن، بچه هامون نون ندارن بخورن، گرسنه و بدبخت تو بیچارن، پس که این غیرت کجاست؟ یه جایی باید بیاریم نشون بدیم هستیم. اعتصاباته، ما نمیگیم بیاید بجنگید، ما نمیگیم بیاید برقصید، ما نمیگیم بیاید دست های گوشتیتون رو مقابل پنجه های آهنی سرکوبگران در خیابان بندازید و خودتون به گیر بندازید، نه، به اعتصابات کمک کنید. اون بخش اعتراضی که شما فرمودید که کاملا درسته، اعتراض هوشمندانه، جاده ها رو ببندید، سد معبر کنید، خودتون رو نشون ندید، پارتیزانی بزنید و درید. ما لورا یه صحبت مسئله داریم به عنوان شوخی، کار پارتیزانی در شب، شبانه بیاد جاده رو ببند، اداره رو به صدا آسیب بهش برسون، هر کاری که میتونی بکن. شب اداره بسته است، شب جاده عبور و مرور خاصی نیست، تو قرار نیست با تفنگ کسی رو بزنی، چرا تو سنگ میده تو خیابون، با سنگ بزن شیشه کامیون رو بشکن. اینا با هم ارتباط میگیرن، میگن فلان جا ناامنه، فلان جا بسته است، فلان اداره، فلان بانک، فلان مسئله آسیب رسید. جدی مسئله، ما باید جدی بودن مسئله رو با کارهای عملیمون، بدون اینکه حتی خون از دماغ کسی بیاد، برسه دراری. این اون صحبت ماست. درود بر تو نازنین. البته فرمایشات بهرام عزیز رو همه میشنویم، الزاماً این نیست که من با 100% موافق باشم، ولی با استخونمندیش که اعتصابات فراهم آوردن شرایطی که کسانی که میخوان اعتصاب بکنن راحت توش بتونن قرار بگیرن، بستن جاده ها مثلا، خب معقوله به شرطی که به مردم عادی، کسانی که از ده میخوان برن شهر یا مریض دارن یا سفرن، رفته سفر حالا میخواد برگرده شهرش، آره ترابری رو مختل کردن خوبه، ولی نه با شکستن شیشه کامیوندارها. به اندازه کافی این بیچاره ها خودشون لنگه روغن موتور و لاستیک و این چیزا هستن، ولی به وجود آوردن شرایطی که کامیوندار بگه آقا جاده امن نیست و نمیتونم برم، خب این معلومه. بهرام عزیز امیدوارم که موفق باشی عزیزم، ما باز با شما گفتگو خواهیم داشت، یه مدت بعد جمع‌بندی میکنیم حرکتی رو که دارید شروع میکنید در داخل و ببینیم که به کجا رسیده. اگر صحبت دیگری نداری، اگر صحبتی داری بکن، اگر صحبتی نداری ببر. عزیز منی، من متشکرم، فکر کنم لپ کلام رو گفتیم. عزیزان 14 فروردین آغاز اعتصابات است. ای کاش میشد راه دیگری بود که به قول عالی پیام بزرگوارم حتی شیشه ماشینی کسی شکسته نمیشد، ولی واقعیت امر اینه که راه دیگر نیست. عرض کردم نمیتونیم ما دستهای گوشتی رو به پنجه های مزدوران بیشرفی بندازیم که کارشون به جز قتل و غارت و تجاوز به فرزندان بچه کودک ما نیست، راهی نداریم. و این که شما میفرمایید، ببینید گرامیان، قضیه اعتصابات توسط راننده، کارگر، پتروشیمی، معلم،
در درون ایران اعلام شده. در اصل من و شما صدای اونا هستیم. یعنی الان راننده نیست که ندونه آقا 14 اعتصاباته. یعنی 14 یک کامیون خالی تو خیابون که کسی کاریش نداره. آن کسی که از 14 بره پای بارگیری بره سوخت بزنه، نه سوخت برا مردم، نه خوراک برا مردم، نه مردم از جنس خودمون، ما مردمیم به مردم که آسیب میرسونیم. بحث ما ترانزیت کالای مثلا سپاه، ارتش، ملی حفاری ایناست. ما که فرض بکنیم جلو مردم خودمون رو نمیگیریم، این سنگیره که ما میگیم، اونهایی که تو این قضیه هستن میدونن سنگو کجا و به کی بزنن، میدونن کدوم اون پایانه باید آتیش بگیره، میدونن کجا. فرض بکنیم خیلی از مدارس تعطیل میکنن دیگه، خیلی از دانشگاه ها نمیرن سر کلاس. مدرسه ای که تعطیل کرده که کسی کارش نداره، ولی وقتی که یک مدرسه 4 تا بالا به نسبت سرکار آدم بی شرفی از بقیه مدارس تعطیل کردن، بقیه بازار تعطیل کردن، اونها میان عهد رو میشکنن، راه دیگه نیست، اونها با تنبیه بشن. حالا تنبیه دیگه روش نوشته نیست با این خشمی که مردم دارن. مسئله اعتصابات که من دارم در موردش صحبت میکنم در حقیقت طرحی است که در درون ایران بسته شده و ارتباطاتی که ما داشتیم و داریم داریم الان به اطلاع مردم میرسونیم، برای او بخشی که شاید مطلع نباشند، شاید مسئله رو باور نداشته باشند، بخصوص در بخش ترابری گرامی. خیلی از تریلی ها هستن، بونکر ها هستن، چه سیمان چه گازایی هرچی سوخت، طرف راننده است ولی ماشین مال فلان اداره است. خب این دیگه خودشه دیگه، باید بفهمه آقا خطر داره براش، نرو. تو وقتی میبینی او راننده‌ای که با خدا میلیون قسط و بدبختی و بیچارگی همینم نونش و آبشه تعطیل کرده، اعتصاب کرده، نمیره پای بار، خب تو دیگه خیلی نامردی که بری جاش بار بزنی. وقتی که تو میدونی فرض کن فلان پروژه فلان جا کارگرا تعطیل کردن، خب اونا هم حق دارن، اونا هم حقوق دارن، اونا هم زن و بچه دارن، ولی ایثار کردن برای کل مملکت، سخنشون هم اینه یا پول یا ناموس، بلا به نسبت دیگه عامیانه بگیم تو دیگه خیلی باید بی‌ناموس باشی، تو زن بچه داری، تو حق داری، تو حقوق داری، پا اونا ندارن. اینجاست که یه جاهای ما مجبوریم علی‌رغم میل باطلیمون که به زور مثلا چه بگم متوسل بشیم. امیدوارم به اونجا نرسه و همه عزیزان در راستای طرح اعتصابات که طرحی کاملا علمی و شدنی و کم خطر هست شرکت کنن. و این موضوع رو ما اعلام میکنیم در ارتش، در نیروهای انتظامی، در سپاه، در بسیج، در آخوندا، در هر جای، در مجلس، هر اداره ای، هر از کوچه تا بالای حکومت اگر با ما هست اعتصاب کنه. حضور نمایندگان مجلس، حضور چه میدونم شهرداری ها، فرمانداری ها و و و و در این عرصه خدمت دهی به مردمه نیست. شما که میگید هیچ کار از دست ما بر نمیاد، فقر و فلاکت و بیچارگی هم که روز به روز داره بدتر میشه، پس لااقل به اعتراض به این قضایا اعتصاب کنید. آقایی که تدارکات چی هستی، آقایی که هیچ کاری هستی، آقایی که نمیدونم همه چیزو میدونی ولی کار از دستت بر نمیاد، برو دروازی. من خودی میخواستم بگم حالو خودتی، گفتم نباید بگم، احمق خودتی، مردم که دارن میبینن کار از دستت بر نمیاد، شرف داشته باش، بذار کنار، یه کنار مردم، از معلم یاد بگیر، از بازاری یاد بگیر، از ترابری یاد بگیر، از پروژه، از کارگرهایی که همون سر ما حقوق نون زن بچه‌شون رو یاد بگیر که اعتصاب کردن. از همین الان بعد از این برنامه من تمام میکنم خانه بزرگ، بعد از این برنامه در گوگل، گوگل بفرمایید اعتصابات سراسری در 12 فروردین، ببینید چند نقطه همین الان فیلم و برنامه هاش هست. لحظه به لحظه این قضیه ادامه خواهد پیدا کرد. در 14 اوجش هست با حقیقتا تنبیه اونهایی که بخوان اعتصابات رو بشکنن و بیشک پیش خواهد رفت تا نابودی جمهوری اسلامی. از شما سپاسگزارم، به افتخار میکنم. درود بر تو، خارج میشید شما. بله با
کمال میل. خدا نگهدار عزیزان، 14 فروردین به امید کاری بزرگ در ایران. ما با هم معنام بدهیم. درود بر شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودید. سخنان بهرام آبتین رو شنیدید، جنبش ایران بانان. من امیدوارم که مردم ما اهمیت اعتصاب رو درک کنند. هرچند ما از اینجا دستی از دور براتش داریم، ولی همه خانوادمون، همه اقواممون، همه دوستانمون، دلمون تو اون مملکت هست و بی تفاوت نمیتونیم باشیم. اعتصابات رو جدی بگیریم. با خشونت من به شدت مخالفم. خشونت مردم به مردم به شدت مخالفم، ولی بخشی از این ترابری ها متعلق به سپاه، متعلق به ارتش، متعلق به دولت. فلج کردن اینها بخشی از مبارزه است. درود بر شما. تا گفتاری دیگر، نوروزتان پیروز.